شانزدهم شهریور 1347 مرگ صمد بهرنگی آموزگار و نویسنده انقلابی. صمد بهرنگی نویسنده انقلابی، داستان نویس مبتکر و فعال ادبیات کودکان در ایران، در آخرین روزهای تابستان سال 1347 همچون ماهی سیاه کوچولوی خود نشان داد. برای اینکه اثری در زندگی دیگران داشته باشد، از پرداخت بهای آن گریزان نیست. صمد در سال 1318 در یکی از محلات فقیرنشین تبریز دیده به جهان گشود و به زودی با فقر و محرومیت مردم آشنا شد. هنگامی که 18 ساله بود، رو به روستاها نهاد تا به کودکان درس بدهد. اما از نگاه محروم کودکان شرر انقلاب گرفت و در قلمش ریخت و آتش بیداری را در همه جا فروزان کرد. عشق صمد به فرزندان محروم میهن او را محبوب کودکان و دانش آموزان، به ویژه کودکان روستاها کرد. صمد سالها در کنار آنها با قلم شیرین و روانش به قصه نویسی برای کودکان پرداخت و در قالب داستانهای شیرین و دردآلودی که در داستان نویسی ایران بی نظیر بود، با شرح رنجهای محرومترین اخشار بیداری وسیعی در جامعه برانگیخت. کتابهای صمد کمچون کتابهای ممنوعه در جامعه دست به دست می شد، پیر و جوان را نسبت به ضرورت مبارزه برای تغییر و انقلاب آگاه کرد. فرهنگ دردمند و بیدارگر او انگیزه های مبارزه را در خوانندگان جوان و نوجوان و حتی بزرگ سالش افزون می کرد. صمد در قصه هایش به کودکان آموخت همیشه با چشمانی باز و هوشیار به اطراف خود بنگرند و مرعوب فضای حاکم نشوند و همچون ماهی سیاه کوچولو بی ترس و هراس از مرغ ماهی خواب برای رسیدن به آزادی و زندگی شایسته انسان تلاش کنند. به یقین در این سالها که بر اثر جنایت و خیانت خمینی و حکومت پلید ولایت فقیه رنج کودکان ایران ده ها برابر نسبت به زمان صمد افزایش یافته، در این سالها که زندگی کودکان خیابانی در دردناکترین صحنه های زندگی مردم ماست، صمد اگر می بود تمام وجودش همچون شمعی شعله بر در آتش می سوخت و شعله هایش پیام برخواستن و انقلاب می داد. یادش گرامی باد. دهم شهریور 1357 سال روز کشتار وسیع مردم بیدهوا در تهران. همه سال 17 شهریور یادآور جمعه سیاه خونین تهران در تابستان 57 است. روزی فراموش ناشدنی در تاریخ معاصر ایران. روزی که دیکتاتوری سلطنتی برای جلوگیری از امواج انقلاب دست به کشتار مردم بیدهوا زد.
رژیم شاه که تا آن روز به هر اقدامی دست زده بود تا مانع گسترش قیام مردم گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تودا ظاهر شد و به این ترتیب جمعه سیاه به عنوان ننگی ابدی بر پرونده سیاه نظام سلطنتی مهر شد. اگرچه آن کشتار عزم مردم بر سرنگونی رژیم شاه را محکم تر کرد. 17 شهریور سال 1357 علی رغم حکومت نظامی و با آنکه آخوندهای سازشکار راهپیمایی را منع کرده بودند، گروه‌های بسیاری از مردم شجاع تهران به خیابان‌ها آمدند و تظاهراتی عظیم برپا شد و در غیاب خمینی و دیگر آخوندهای سازشکار، انقلاب ضد سلطنتی یکی از مهمترین فرازهایش را در میان آتش و خون طی کرد. تظاهرات مردم به خون کشیده شد و انبوهی از مردم در میدان ژاله و خیابان‌های اطراف آن مظلومانه به شهادت رسیدند. خون آن شهیدان موج انقلاب را شدت بخشید و سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی را جلو انداخت. یاد شهدای گرانقدر 17 شهریور و دیگر شهدای به خون خفته خلق گرامی بار. نوزدهم شهریور 1358 در گذشت پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی. میدونین بچه ها ما یکی شدیم، بی پدر، بی زره و بی سپر. حالا معلم، رهبر و فرمانده ما به خاک افتاده و به خدا پیوسته. نوزدهم شهریور 1358 پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، پس از 40 مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان، از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پرکشید. سوابق طولانی پدر طالقانی در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی و مواضع و اندیشه های ترقی خواهانه او، چهره و خصایصی کاملا مردمی به او بخشیده بود و به همین علت همیشه هدف حسادت‌ها و حملات کینه‌توزانه و اتهام‌های مرتجعان قرار داشت. پدر طالقانی مبارزات خود را از آغاز نوجوانی در حکومت رضاخان شروع کرد و در زمان سلطنت محمد رضا شاه این مسیر را ادامه داد و همواره در صفوف مقدم جبهه میهنی و مردمی علیه دیکتاتوری حاکم و ارتجاع مذهبی قرار داشت. آنچه به سیمای پدر طالقانی جذبه‌ای فراموش ناشدنی می‌دهد، مرزبندی روشن او با ارتجاع مذهبی است. در زمان مصدق، آن هنگام که آخوند کاشانی علیه پیشوای کبیر نهضت ملی به حمایت از کابینه کودتا برخاست و خمینی هم از جمله آخوندهایی بود که کنار کاشانی بودند، پدر طالقانی به شدت علیه کاشانی موضع گرفت. پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه، مرزبندی روشن و قاطعی با آخوندهای مرتجع داشت و حمایت از آنها را چه در زندان شاه و چه در مقابل کودتای اپورتونیست های چپنما
و چه قبل و بعد از پیروزی قیام 22 بهمن 57 همواره ابراز میکرد. بیشک خطیرترین دوران حیات او دوره پایانی عمرش بود که در مقابل هیولای دیکتاتوری مذهبی و خصومتی که خمینی و اعوان انصارش علیه مردم ایران و فرزندان مجاهدشان ابراز می کردند به دفاع برخاست و در حالی که خمینی با وقاحت مجاهدین و بنیانگذارانشان را منافق خطاب می کرد، پدر طالقانی آنان را شاگردان مؤمن و دلدادی مکتب قرآن می نامید و در پیامی به مناسبت سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان ضمن تجلیل از آنها گفت: ما شاگردان مؤمن و دلداده مکتب قرآن بودند، گوهرهایی بودند که در تاریکی درخشیدند. حنیف نجات، بدی زادگان، اسکرزاده، مشکین کام، ناصر صادق از همین تابندگان بودند. اینها راه جهاد را گشودند. درود و رحمت خداوند و همه خلق بر روان اونها باد. پس از آزادی مسعود رجوی و موسی خیابانی از زندان شاه در آستانه پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، پدر طالقانی مشتاقانه به دیدار آنها شتافت. وقتی حسن مجاهدی برده می شود، اعصاب اینها به هم می رسید. از اسم مسعود رجوی وحشت داشت، از اسم خیابانی وحشت داشت. در سالگرد درگذشت پدر طالقانی، به روان پاک او که روح راستین انقلاب ضد سلطنتی بود درود می‌فرستیم. ۲۳ شهریور 1299، سال روز شهادت شیخ محمد خیابانی. ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته اید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید. یک ملت شرافتمند هرگز نمیتواند به ذلت اسارت و بندگی تن دهد. امروز هم گویی این فریاد در سراسر ایران ما تنین انداز است: ایران را آزاد کنید. این فریاد شیخ محمد خیابانی، مبارز پرشور و آزاده میهن ما است که در نیمه شب 23 شهریور 1299، در حالی که در مخفیگاهش در شهر تبریز به محاصره قزاقان استبداد و سرکردگی مخبر و سلطنه در آمده بود، پس از چند ساعت نبرد دلیرانه و مهاجمان به شهادت رسید و به عهد خونین خود در قبال آزادی ایران وفا نمود. شیخ محمد خیابانی در سال 1258 شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیری علوم رایج دینی، هیئت، نجوم، تاریخ و ادبیات به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و در انقلاب مشروطه شرکت کرد. او در صفوف مقدم مشروطه طلبان تبریز بود و پس از پیروزی مشروطه، به رغم توطئه‌های ارتجاع و فرصت طلبان، به عنوان نماینده مردم تبریز به دومین دوره مجلس شورای ملی راه یافت. خیابانی در مجلس دوم در برابر سازشکاری دولت وقت در برابر تزار روسیه به مخالفت برخاست و دست به افشاگری‌های موثری زد، تا آنجا که دولت وقت ناگزیر شد به زور سرنیزه مجلس را تعطیل کند. عوامل ارتجاع و دربار و مزدوران سفارت روسیه تزاری در پی دستگیری خیابانی بودند و او مدتی مخفی شد،
اما پس از چند ماه به تبریز برگشت و قیامی علیه عین‌الدوله والی جنایتکار آذربایجان برپا کرد. به این ترتیب در 16 فروردین 1299 یعنی 13 سال پس از انقلاب مشروطه دوباره جنبش آزادی خواهی تبریز را گرفت و یاد دلاوری های ستارخان در دلهای مردم زنده شد. مزدوران حکومت وقت به منظور سرکوبی و از میان برداشتن شیخ محمد خیابانی و یارانش پایگاه آنان را محاصره کردند، اما مردم تبریز به حمایت از رهبر دلیر خود برخاستند و نیروهای مسلح ارتجا را عقب راندند. رشد و گسترش قیام مردم تبریز عین‌الدوله را وادار به استعفا و فرار از تبریز کرد. جنبش شهر شورشی تبریز 6 ماه دوام یافت. شیخ محمد خیابانی در پی تسلیح مردم بود و پیروزی قیام را تنها در گروه حضور یک نیروی مسلح حافظ دستاوردهای قیام می‌دید. اما با کارشکنی‌های سازشکاران و عناصر سوسمایه روبرو شد و به تشکیل یک نیروی مسلح سازمان یافته توفیق نیافت. سرانجام در 23 شهریور 1299 مخبرالدوله که جانشین عین‌الدوله شده بود تبریز آزادی ستان را محاصره کرد و خیابانی دلیل را به شاد رساند. اکنون مزار خیابانی در یکی از مدارس قدیمی تبریز میادگاه عاشقان آزادی و استقلال است و صدایش همچنان به تمامی مردم ایران قوت قلب می‌دهد. بیست و ششم شهریور 1360 شهادت مجاهد خلق میلیشیای 13 ساله فاطمه مصباح. مجاهد قهرمان فاطمه مصباح یکی از فرزندان خانواده کبیر مصباح بود که عشق به آزادی را در کانون گرم و پرشور خانواده قهرمانش آموخت. او در دوران مبارزه سیاسی و افشاگرانه علیه ارتجاع خمینی بارها هنگام افشای عملکردهای ضد بشری مرتجعان مورد حمله چماقداران قرار گرفت و مجروح شد. فاطمه در تظاهرات 25 شهریور 60 دستگیر شد و بلافاصله مورد شکنجه قرار گرفت تا از عقیده خود دست بردارد. اما فاطمه 13 ساله با مقاومت شگرف خود شکنجهگران را به زانو درآورد و سرانجام در روز 26 شهریور 1360 برخلاف همه قوانین و ابتدایی ترین موازین حقوق بشر به شهادت رسید. اگرچه خمینی خون پاک یک دختر بچه 13 ساله را بر زمین ریخت، اما حماسه پایداری آن نوجوان مجاهد و خانواده قهرمانش داستانی شد بر زبانها جاری و گواهی شد در محکومیت ابدی رژیم خمینی.